نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، خدا کنه که سالم و تندرست باشیم. خوش آمدین به یک دیگر از گزارش‌های ویژه ماه مبارک رمضان. بر اساس درخواست خیلی از شما عزیزان، امروز یک بار دیگر آمدیم به عیادت مریضان به شفاخانه عضوی ولایت هرات که در این شفاخانه و در این ساحه هستند کسانی که توانایی پرداخت حتی نسخه خود ندارند. در این برنامه مبلغ 60,000 افغانی اختصاص دادیم که به هر بیمار 3,000 افغانی توزیع می‌کنیم که مجموعاً 20 بیمار شدیداً فقیر و نیازمند با همکاری شما امی توفه و کمک شما روان کردیم برای اینا تقدیم می‌کنیم. کمک‌هایی که در این برنامه برای ما رسیده از کشور لوکزامبورگ یکی از خواهرای گرامی روان کردن، از کشور سوئیس هم یکی از خواهرای گرامی روان کردن و چند نفرم از کشور آلمان و آمریکا سهم گرفتن در این کمک و این کمک انشالله در این برنامه توزیع میشه برای افرادی که واقعا نیازمند هستن. و ضمن از او فراموش نکنم که یک مبلغ و یک بخش از این پول هم یک برادر ما از شهر لندن انگلستان روان کردن که در این برنامه توزیع میکنه. ما رو همراهی کنید. خب اولین بیمار آمدیم به عیادت اینا که اینجا بستری هستند و خون هم وصله بر اینا، میلرزه، خون تزریق میشه به جان اینا، سیروم هم هست، 3 تا سیروم وصله که فکر کنم خیلی وضعیت اینا خرابه. اینا فکر کنم مادر اینا هم. سلام مادر جان، خوبین؟ شکر الحمدلله، شما چطورین؟ شکر. چکار شده؟ چی نسبت با شما دارن؟ چی مریضی دارن اینا؟ مریضم براج خیلی وقت میشه که مریضه. چی مریضی دارن؟ مریضی دیگه حالا دکتر سیکاده که تو توبرکلوزی تو دیگه مریضی، الله خبر داره. درسته. وضعیت اقتصادی شما چطوره؟ خوب شکر الحمدلله. چیزی داریم بخونه؟ نه پولی نه، دیگه ندارم برادر. وضعیت اقتصادی نه خرابه. شی نداریم بخونه. درسته. یک مبلغ دوستا از خارج کمک کردن. امیر وا کنیم حساب کنیم سعی کنیم چنده بریم من بگم. هزار. زنده باشیم، به مو دوستامم دعا بکنیم ان شاء الله مریض شمام خوب خیر بینیم. خداوند مزد شما رو با خیرات بده. خیر بینیم. خداوند زنده باشیم، سلامت باشیم. وارد یک بخش دیگه شدیم که اینجا هم چند بیمار هستند، با اینا صحبت میکنیم، البته با پایه‌بازایی که در واقع دارن. کوکو جان خوبین؟ بخیرین؟ الحمدلله. شما خوبی؟ سلامت باشیم. سینه به چه شما شگاف خورده؟ چیکار شده؟ اینا که عمل کرد به شندن هوان خورده، پای غچ یک پای چوک چوک هم تو در به در دو تا گوسفندشون که بلیزی مصرف کرد، مر بیچاره کرد، بدبخت کرد، هیچ هر چه داشتم نداشتم به شندن خرج کرد. یک پازی غچ شد؟ و یک پای دکتر یعنی واقعا غچن. یک پایه که ازی طفل مغط باش که خورد دردم ای با ای پای ازی غط هم ای پا غط هم سکونی ای پا غط هم ای پا دیگه هم تو اوگار اوگار ای پا لاتون کده ای تو اینج. خب سینی نام چاک خوردم اینجگو سینی رم عمل کده. بله و تا دستای نار میبینیم که هنوز پرزای آوان در صورت اینا دیگه به شونه اینا و بخشای مختلف. امور کوتاه قصه کنیم بیشتر اتفاق افتاد، چی حادثه بود، کی بزد؟ اینا دیگه معلوم نیه که تو طالب زدی، تو دولت زدی، هوان زد به زیر پایم کده خورد که به نزدیک خونه ها و نزدیک سراب طالب بود دیگه بر بود فیر میکرد بلی هوان بزد به طلقم 4 تا از یکی بچی من 3 تا برار زده من یکی رو مغرقه شد ببردی دو تا دیگه اونجا پرتی صحیح. واقعا تیمیر به امهیرات برسونی به هر بدبختی به هر بیچارگی بود تیمیر اینجا برسون. گفتم دو گوسفند داشتیم اونا رو فروختیم. دو گوسفندک داشتیم دیگه به خدا معلومه که دیگه هیچ چه نداشت. هیچ چه نداشت. گپ زدی میتونی؟ خوبی لالا جان؟ شفا باشه. اسم تو چیه؟ نادرشاه. نادرشاه درس هم میخونی؟ درس میخونم. جنگا که باشه نمرم. درسته. آلی که ایتا اتفاق افتاد، یک پا تو هم قطع شد، دگن سینی تو هم چاک داده، دستات تو هم زخمی. این روزا چقدر سختی کشیدی؟ دردا خب بگو برای ما. درد یه چیز بود، دنکاون بخور چیشم ترک شد. هیچی نفهمیدی دیگه؟ نه. این روزا هم درد داری؟ این روزا یکم پا مرمور. خداوند شفا بده. وقتی که خبر شدی پاتو قطع شده ناراحت شدی؟ نه. ناراحت نشدی پاتو قطع شد. ناراحت بشدی دیگه، پادم قطع شدم ناراحت میشدی. نشدم. چرا نشدی؟ خود کاکام بود پیش من. آه یعنی باز کنار تو بودن. کسایی که آوان زدن چی بری نمیگی که تو زخمی کردن، پاتو قطع کردن دیگه، شاید باز بعضیار بکشته باشم، چی بری نو گفتنی داری؟ چی خبر؟ چی خبری؟ درسته. وضعیت پولی خانواده شما خوبه؟ بابا تو اینا پول مولی دارن ندارن؟ نه. به اینجی چیزی هست به میشه که بستری تا خوب بشی دیگه، شکاف سینی تا خوب بشه، پا تا خوب بشه، کمک چیزی لازم داریم دیگه حتما. 2000 داریم. 2000 روپیه داریم. واقعا سخته بیننده عزیز، این نازنین طفله که شما ببینیم پای قطع شده، دستایر میبینیم شکمی و روسینی قفس سینی و چاک خورده کنی جاک کوکا هسته، دستایی و تکه تکه. چون 1000 افغانی برای از این فامیل کمه، از مبلغ کمک هایی که شده مثل پاکت که مبلغ 9000 افغانی میشه برای از این پدر ما کمک میکنه. شما بگیریم واکنیم حساب کنیم سه کنیم چنده، چون به این پول درد از اینو درمان نمیشه، ما کمک بیشتر به اینا میدیم تا اینکه همین تفلک تداویو بشه و انشالله مشکلاتی هم خوب بگذاریم. بالای از او 3,000 این هم حساب کنیم. گیرم بگیریم حساب کنیم. یکی دو تا سه تا چهار تا ای پنج ای شش ای هفت ای هشت ای نو ای ده ای 11 12 13 1000. مجموعاً چند شد؟ 9000. درسته. این دوستا از خارج کمک کردن، به می شرایط نمیفهمم میتونه درد شما رو دوا کنه یا نه، چی گفتنی داریم برای اونا؟ مثل شما بعضیا مریض دارم، اگه دعا بکنیم برای دعا دیگه. خدایا که ملت افغانستان از دست از پاکستان، ایران، شوروی، آمریکا نجات یابه، که همه خونریزی، همه بدبختی، همه بیچارگی که بشندن که ما دیدم دیگه ولاتور ندیدم. یعنی اول همه بچه خور میگم دیگه، برادرای دیگر میگم که بشندن نی سینه داره، نی پا داره، نی گردن داره، نی گوش داره. هر کس که بشندن زورمندی میکنه خدا او به جمعترین دور بره. خدا یک به تمام سر تا سر کشور اسلامی هر جا که مسلمانه، یک آرومی، یک غریری، یک مسلمانی، یک شود زنده باشین و این پول مصرف کنیم برای از این تفلک، انشالله مشکل حل بشه. به خیر باشیم، خدا شفای بده. خدا آمین، الهی خیر بده. سلامت باشیم، تشکر. خب اینجا هم یک برادر ما بستری ان که نمیفهم چی مریضی دارم. سلام، خوب این بخیر. خوب سلامتین. سلامت باشیم، تشکر. میشه معرفی کنیم؟ اسمم سفر. سفر چی مریضی داره؟ من وضو گرفتم که میرفتم من مسترابی برام بلش شدم، پام عتیجه هشکست. دیجا بخش. خب عرض شفا باشه، خدا شفا باشین، سلامت باشین. وضعیت اقتصادیش خوبه. تو راسته میشه فکر نکنید. چی وظیفه داره؟ وظیفه دیگه چی نداره، گاهی مزدوری، گاهی کشاورزی. درسته. بسیار خب، برای از اینکه انشالله یک کمکی که صورت گرفته ایره برای شما تقدیم میکنیم. بگیریم حساب کنیم سه کنیم چند باشه بودم دست پایواز شما. امیر انشالله به این مریضی خوب استفاده کنیم در این ماه روزه و انشالله که مشکل شما حل بشه. چی گفتنی داریم برای دوستایی که کمک کنیم؟ گفتنی دیگه خداوند اینا خیر بده دیگه، موز آخرت بده که می تو مریضا کمک میکنم، 70000 دست اینا رو میگیرم، خداوند دست اینا رو بگیره. سلامت باشه، زنده باشه، تشکر. قدم بزدیم به بخش‌های مختلف تا بریم نیازمندار پیدا بکنیم در بخش داخله و در واقع بخش عاجل شفاخانه عضوی هرات. با این مرد نازنین روبرو شدیم که سر نانبنداج بسته و دست نانبسته ابتدا معرفی میشیم. سلام، خوبین؟ بخیرین؟ الحمدلله، شما خوبین؟ خیریت هستیم، سلامت، زنده باشیم، شفا باشه، خداوند شفای بده مریضای کل مسلمین، سلامت باشیم. نام شما چیه و بگیم که چی اتفاقی افتاد به شما؟ مردم نماز خوب بری شدم، خونه بری شدم، کرو ساعت 8 و 8:30 بود، برم روی ماچه از این قریه ما 6 نفر جلوی ما بگیره، جلوی ما یک بچه بچه‌مون بده شو بودی اتاقای جلوی ما بگیرستم، من 2 تا ما را میتید دادم که بفتادی، من بعد خلاص همسایه‌ام بری شد، اونام بجستم، من برفتم بستروخو، من موتر بیام، موتر زنگ زدم بیام مر بیار به شفاخونه. علت چی بود؟ علت دوزی چیزی بود مثلا؟ ما خود دوز نبودیم. اونا یعنی اونا نمی‌خواستن دوزی کنن. نه دوز. اونا می‌تونه خود ما خشونت داره. درسته. اقتصاد شما اشتباه. اقتصاد ما دیگه اقتصاد ما یک صبر دردی است، سرمایه‌دار نی. درسته. سعی خداوند شفا بده برای ازی که همین کار تداوی شما پیش بره و شاید نیاز به کمک داشته باشیم. همین مبلغ چون دست شما بنده مبلغ 3000 افغانی 1 2 3000 افغانی 3000 افغانی تقدیم شما. ویر دوستا از خارج کمک کردن، من میدم دست از اینا اگه گفتنی داشته باشیم اون کسایی که کمک کردن. خداوند جل شما تو بیشتر توفیق بده که به مسکین و مستضعفا کمک کنه. سلامت باشید، توفیق عمل بده به شما، خداوند قبول کنه. الهی آمین. برای شما ان شاء الله خداوند شفای بده که به خیر صحت مند شید. الله بسلمین، خداوند شفای. الهی آمین. تشکر. به خیر باشید. به خیر باشید. خب آمدیم به بخش عاجل. اینجا یک تفلکی که فکر کنم دست شکسته و جگر مخواب می‌شردم، می‌بینم این تصویر. مادر جان خوبین؟ بخیرین؟ خوب. اسم شما چیه؟ اسم پیر دوستمام. اسم پیر دوستمام. بیایم کمی نزدیک‌تر بیایم. چه کار شده تفلک شما؟ زمین خورده برفته بود، برست سویدا بخورده به زمین. وضعیت اقتصادی شما چطوره؟ ضعیفه. حالا چیزی داریم که بریم نسخه چیزی بگیریم برای عزیز؟ نه، قرض کردم 500 دیرم. 500 قرض کردم. درسته. من مبلغ 3000 افغانی به شما میدم ای تفلک تداوی کنیم. بگیریم یک حسابی هم بکنیم سه کنیم 3000 است یا نه؟ درست. یک حسابی بکنیم بی زحمت که ما مطمئن بشیم. هرچند میفهمم تشویش تفلک خود داریم که دستی و شکسته. صحیح شد؟ چند شد؟ 3000. دعا بکنیم به اون کسایی که می کمک دادن. خیر بینم. زنده باشین. تفلک شما چه کار شده؟ درخت افتاده. سر نرم شده؟ سر نشده دست. درسته. وضعیت اقتصادی شما چطوره؟ نادار، هیچی نداره، براجم خودم کارگرم، نالیسم. معتاد به کمرکلاغ هیچ خدا وحدت هیچ نک تا پشتی بال پشتی نداره کاکا. نک دختره من نماسه من برای درخت افتاده. بسیار خوب. چون حالا مگر این عمل شه و بر صورت رسیدگی بشه امی مبلغ 3000 افغانی برای تداوی از استفاده کنه. دعا بکنیم برای کسایی. خیر بینه برای خود. خیر بینه. خدا خبرشون خدا. زنده باشیم. تشکر. اینجی بخش عاجل مگر من فوری بیرو بشم چون مزاحمت برای کار دکتر صاحبان نکنم و بیمارای عاجلی که دارن میبایست به اونا سریعتر رسیدگی صورت بگیره. آمدیم به اینجی و یک تفلکر دکتر صاحبا اینجی زحمت میکشند و فکر کنم این دست یا کوک میزن یا عمل میکنن که روی تخت افتاده و برای ما خبر رسید که وضعیت اقتصادی مناسبی همینا ندارن و ما همچنان به بخش عاجل بیمارستان هراتیم. اینجی پایوازان اینا هستند که با اینا صحبت میکنیم. مادر جان خوبین؟ خوبین؟ خوبین. اسم شما چیه؟ زرا. زرا. این تفلک چه کار شما؟ این ناسی منه. چه کار شده ای؟ ایره بیت بالی پیاله بیز میخورده دستو بیت پیاله بسکسته بالی دست بالی پیاله بیز میخورد. حساب آن خرابه، حساب بچگاه. مطمئن. درسته. وضعیت اقتصادیش داره. وضعیت ازی پیاله دی مطمئن تیخیونه مدرم دیانی. خب. نه فقیرم. فقیر. کجا میشینی؟ ما یک خونه بچار باقی یک خونه بلوسولی گذاره. درسته. چیزی بود برای تداوی ازی پول چیزی دیشتی؟ نه دیگه ما چی نداشتیم، یک پنجه یک سدی از همسایه قرض کردیم بیش. و یک سدی آمدیم که تداوی کنیم. خب هر صورتش امیر حساب کنیم سه کنیم چنده وا کنیم حساب کنیم بشینیم حساب کنیم ساعت چند ساعت دعا بکنیم به کسایی که کمک کردن خیلی نه برای جو خدا زنده باشه زنده تیار خوشحال باشیم هر مسلمانی که کمک کرده زنده باشیم تشکر و شفا باشه و خدا قوت میگیم به دکتر صاحبا که زحمت میکشن به این ماه مبارک رمضان و میبینیم که مصروف عملیات هم مدثر عمل میکنه. در بخش دیگر خارک نازنین رو میبینیم که دست سینا بشکسته و سیروم وصله که باشه از مادر اینا میپرسم که چی مرزی دارم. سلام خوبه؟ سلام علیکم. خوب هستی بخیر سر. تشکر. نام شما چیه و بگیم که از کدام ولایت همی تفلک شما چیکار شده؟ نام ما زبایده است از ولایت فرا اومده ما. درست. دولسواری. از سر زینا افتیده. از زینا افتیده. بله. وضعیت اقتصادی شما چطوره؟ شوهر شما چیکار میکنه؟ شوهر ما چیز باغوانه باز پدر عزیز بیچاره معتاد چیزی نداره غریبه درسته این شوا چیزی بود برای تداوی و مصرف از این پول چیزی داشتیم یا قرض کردیم نه هیچی نداره نه بیچاره هیچی نداره درسته مبلغ 3000 افغانی تقدیم شما به مناسبت ماه روزه امیر مصرف کنیم به این تفلک چیزی لازم دیش اگر امکاناتی هست برای و جوسی میوه چیزی هم بگیریم که تقویت شه و روحی و شاد شه زنده باش سلامت باش خیر تشکر اینجگام یک مریض دیگه داریم که به اینجگای هم کاکا جان خوبه خوبه ان شاء الله صحت شما خوبه خیریت اینا چیکار شده اینا مریض یا کلامه مریض نه نشسته نیست به چه جانی برفته هیچ چی نه که مغزرینا دو تا دختر داره یک پسر شوی من مثل عظیم پیری همه برفته یک چر پر زمینی داشتم برام بفروختم از کجا هستم از امام پیشنی از سرسیه گردم درسته اینا تشنج میای بالا اینا ها اونها اکش کماری و پای و اینا رو میمالیم میتمیشیم که دیگه تم خسته میشی درسته شما چه نسبتی داریم با اینا یه دختر باجه منه دختر باجه شما نه درست خاله از اینا خدا من شفا بده مادر جان و سرطانن خداوند شفا بده سرطان چی هستم سرطان جگر سرطان جوشاد درسته خب به هر صورت تقدیم شما بیدار نکنیم نه انا شکیلا جان امی کمک پولی آوردم انا میگذارم نه اونا را اذیت نکنیم که اذیت میشم نه خواهش میکنم بخیر باشین من مزاحمت نمیکنم برای اینا بیماری سرطان داشتند که در این بخش بودند و ما مگر خیلی از این واژه استفاده نکنیم چون اسم سرطان شما میگین به لحاظ روانشناسی بیمار تحت تاثیر قرار میگیره و استرس و ترسی و به مراتب بالا میره چند بخش دیگر هم سر میزنیم و به همین تعداد آدمای نیازمندی مبلغی که باقی مانده رو توزیع میکنیم اینجا یک مادر کهنسالی هستم که ظاهرا اینا بیمارم و اینا فرزند اینایم سلام خوبین بخیرین بس سلامتین امروز باشیم نام شما چیه خدای نظر والده شما نه بله ها چه کار شد اینا همین که سه صفرا میگم چی میگم سن گرفته عمل میشه درسته شما مر صدا کردیم ظاهرا پول نسخه نداشتیم ها میتشه چند عملیات اینا میشه تقریبا دیگه 7000 باشه کم دست کمی که وان باشه نه که یک دکتر گفت نزدیک 21000 میشه گفتم من کونه دارم گفت شما فعلا ببریم اون رو بستر کنین سعی کنین تا آخر چی نتیجه میده بالکن با می 7000 باشه اگه نشود بعد از اون گرم بیرو کنی یا پول پیدا کنی درسته ما مبلغ 3000 افغانی میدیم که یک بخش از عملیات اینا بشه چون مریضای زیادی نیازمندم همین اگه حساب بکنیم همین تقدیم شما ان شاء الله که برای والده خود مصرف کنیم و اگر گفتنی هم داشته باشیم به کسایی که کمک کردن خیر بینیم اگه الله ممنون تشکر سعی خیر بین برادر من خداوند شفا بده ان شاء الله که خداوند صحتمندی بده خیر باشه صحتمند باشه تشکر آمدیم به بخش داخلی بیمارستان هرات و اینجا بیماری پیدا کردیم که اینا بسیار مریضی نهاد ده و عمل اکسیژن وصله و شما در تصویر دیدیم و میبینیم که اکسیژن میلازه وصله به بینین و سختی دارن نفس میکشن. کوکو جان خوبین؟ بعد خدا شفا باشه مریض شما. خدا شفا میالستون شفا. درسته. چی مریضی داره فرزند شما؟ فرزند ما به سبب گردی کلی کار افتاده. کار افتاده. چند وقت میشه؟ 27 وقت میشه بسون. توانایی نه هیچ چی نیست دیگه. کلیه بند. کلیه بند دادیم دیگه هیچ توانایی ندارن. بیاله دارم خدا شاید وسط قرض و فرض دیگه بر میکنه. چند تا مصرف کردیم؟ یاری تا حسابی نکنه از 2.5 لک بالا شده دیگه. قرض کردیم وضعیت شما خوب. نه بعد ما هیچ چی نیست. من یه خونه گلی دارم بعد دیگه کسی میبینم میخرم. ماستمیرم بفروش. ماستمیرم بفروشم. که نخرید. کسی نخرید بله. چقدر ناراحتم از اینکه فرزند شما. دیگه هرچی خدا بخواید چی بگم. مطمئنم که یک پدر هیچ چی نمیتونه آرامش داشته باشه وقت فرزندی و جگرگوشی و مریضی. آه میتونه. هیچ چی. خدا من شفای عاجل بده. ما خیلی نمیتونیم کار بزرگی برای شما انجام بدیم ولی انسان‌های نازنینی از او سر دنیا یک مبلغی گفتم ببریم به عیادت بیمارا بریم. دو پاکته که هر پاکت 3,000 افغانیه این مصرف کنیم هر چه ناچیزه برای تداوی بلکم بشه میوه بگیریم نسخه چیزی لازم بیشتر اکسیژن لازم بیشتر برای اینا بگیریم زنده باشین خیلی چی گفتنی داریم به او عزیزایی که کمک کردن خداوند مد برای اینا بده خداوند آخرت نادرت اینا رو خوب کنه زنده باشین اگه زحمتی نی اگه حسابی هم بکنیم سه کنیم که ما مطمئن بشیم که این بدیم دست ما شما حساب کنیم که کم و کسری نباشه و ما امانتی رو ما تونسته باشه به شکل درست انتقال بدیم. این هم حساب کنم. سیه؟ درسته. بخیر باشیم که خدا شفا بده انشالله که همین تا حال لبخند زدیم بچه شما خوب شد و همیشه لبخند بزنیم. خدا تشکر. تشکر. پدر جان سلام. علیکم. خوبین. شفا باشه. به دوای شما خواهم زنده چه کار شده؟ چه مریضی داریم؟ مریض خب همین سر دلمنه همین سینگیری چند وقت میشه مریضیم؟ خیلی وقت میشه اقتصاد شما خوبه؟ پول مولی دیشتیم برای تداوی خو یا نه؟ نه دیشتیم یک دو گولی میستیم میرسیم تو میامودیم اینو خلوه به شهر و مادر نتنستم بچه گفت خود بیارم دیدم دنباله مویرون یه درسته پدر جان حتی گپ زده نمیتونن دیگه به بخشن که ما هرچی جستجو کردیم اینا خیلی مستقم مرد موی سفیده که شما میبینیم لباس جولیدی به تن دارن و همینجا بستری هم تا اینکه خداوند شفا بده و مریضی اینا و مشکل اینا حل بشه یک مبلغی به شما مبلغ پول نقدی آوردیم که می صرف تداوی خو کنیم و به خیر مریضی شما خوب بشه آه. آه. $3,000 از شما این انشالله مصرف کنیم بریم زنده باشین چه کاری شما نمیدونم؟ برادر من از کجا هستیم؟ از جانمه این پشت سر بالا مرغه بودیم کدوم ولایت میشه؟ بادغیس؟ اون ولایت بادغیس درسته امی برای اینا اگه چیزی لازم دیشت مصرف کنیم چون گپ زدن نمیتونستم من متوجه شدم خدا من شفا بده خدا شفا بده شما هم دعا کنیم برای کسایی که دعا میکنیم با شما هم دعا میکنیم شما هم دعا بکنید حتما ما هم دعا میکنیم ان شاء الله شما و خدا به هیچ انسان مسلمانی در واقع هیچ انسانی البته مریضی نشون نده تشکر از شما باز هم آمدیم به یک بخش دیگری که اینجا یک مرد کهنسالی هستند و پایواز اینا یک خانم کهنسالی هم که همسر اینا هستند مادر جان خوبین بخیریم شفا باشه سلامت بشین بچه خودتون دو باید سلامت بشین چه کار شده اینا یعنی میدم چند سال بازار که میدم ببین آره این دفعه فشار بالا رفته فشار بالا رفته خیلی دیگه حالش بد شد که حالا که دکترها مسلمانا سعی میکنه که نمیدونم کاری خوب میشه نمیشه شو خدا میدونه وضعیت اقتصادی اشتنه چیزی برای تداوی هست یا نه تداوی کلی کسی نه بکنن که میکنن پول نیه نداریم بچگی دیروز یک دکتر همینجا بود کمی دوا آورد انا و دیروز رفتم یک کمی پول کدام مسلمان کمک کرد اینم دوا رو بردم سیه من زیاد مزاحم شما نمیشم چون شما مریض داریم و باید مراقبت کنیم این مبلغ حساب کنیم سعی کنیم چنده مصرف کنیم برای کاکا جان آقایون خداوند بسم الله الرحمن الرحیم خوب بگو کمکم پدینده بشن خدا دست شما در نکنه همیشه سربلند سروال بشین دیگه تشکر زنده باشین خب مرد دیگر اینجا هستن که گفتن اینا چوپان هستن یا شعبان هم به اصطلاح و اینجی بستری هن و تحت تداوی خب این بخیرین؟ خوب است اسم شما چیه؟ اسم ما کلاخان اسم ما تورجان تورجان چی مریضی دارن؟ گردای چی تو چیزه؟ خراب های همی سوزه خیلی دار درسته گفتیم اینا چوپان هم؟ گوسفندری دارن؟ گوسفان دیگه گوسفان چوپان هم ایتا خونه خودش خونه داره یعنی کارگر هم؟ کارگر آفرین درسته از کدام ولایت هم؟ گرلان از ولیسفلی گرلان درسته اقتصادی نشتنه ضعیفه یا خوبه پول داره؟ نه نه هیچ نیه پول تداوی؟ هیچ نیه صحیح من یک مبلغی برای تداوی ناب میدم که امیر مصرف کنم انی تقدیم شما مبلغ 1000 افغانی دعا بکنیم برای کسایی که میکنم لست تر نکنم سلامت باشیم شفا باشه انشالله خوب بشین باشین صحبت کردن نمیتونم خب هر صورتش خداوند همه بیمارا رو شفا بده و انشالله هیچ که غم بیماری نداشته باشه بخیر باشه اینجا آمدیم یک بیمار دیگه که شما میبینیم اینجا در بسترن ابتدا با پایواز اینو صحبت میکنیم کاکا جان خوبین شکر شما خوبین سلامت باشین روزه و نماز شما قبول سلامت باشین شفا باشه مریض شما سلامت باشین چی مریضی دارن اینا اینا دیگه همچه مریضی دوینی هم داره باز حال هم مریض شده دیگه سال هم دیگه بفت بیوش شده بیده حال که همین خوبه بیوش آمده درسته خدا شکر که بیوش آمدن وضعیت اقتصادیشتونه ضعیفه دیگه نداریم چیزی امی یک مبلغ 1000 افغانی تقدیم شما برای مریضی بچه خوب استفاده کنیم هرچند مریضداری خیلی مصرف ده ولی بازم بعد کم پول نسخه چیزی بشه بله زنده بشین سلامت بشین خدا قبول کنه سلامت باشین تشکر درسته یک بیمار دیگه که خانم جوانی هم به اینجی اونا رو دیدیم و از ولیسوالی کویزور که اینجی مادرکلان این رو هم شما میبینیم که افتاده هن از پا افتاده هن و داشتن گریه میکردن بر صورت نمیشه با اینا مصاحبه بکنیم شرایط مصاحبه ندارن فقط ما امی مبلغ 1000 افغانی همینجی میگذاریم که اینا استفاده بکنن برای مریض تقدیم میکنیم برای اینا و ایران برای شما تقدیم میکنیم که به می مریض خو انشالله استفاده کنیم مادری که بر صورت میبینیم که اینا از ولیسوالی بسیار دوردست ولایت هرات هستند جایی که جنگ خشونت فقر و مشکلات کمک ها کامل توضیح شد 20 بسته پولی بود که 3000 افغانی مجموعاً 6000 افغانی که بیننده‌های عزیز ما از سوئیس و لوکزامبورگ و آلمان در واقع کمک کرده بودن این پوله و ما آمدیم امی کمک کرد به ایالت بیمارا و شفاخانه عضوی هرات و به مستحق‌ترین های پولر توزیع کردیم خداوند مزد دنیا و آخرت بده برای شماهایی که در واقع کمک کردیم برای از اینا و دیدیم که کمک کامل توزیع شد برای کسایی که نیازمند بودن انشالله که هیچ بیماری نباشه و در این شب میمون ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که خداوند همه بیماران شفا بده مخصوصا شمایی که امیل عزیز شیشته‌ایم پشت تلویزیون و در واقع پای گیرنده های خود برنامه رو میبینیم مریض داریم از خدا میخوایم که مریضا شما شفا بده انشالله خداوند همه مریضا شفا بده و مخصوصا مردم ضعیفی که ما در جامعه خود داریم و شما در این گزارش دیدیم که با چه دشواری‌هایی در واقع اینا تداوی میشن امکانات ندارن خب به هر صورتش خسته کوتاه میکنیم یک بار دیگر سپاس امیدوارم که راضی بوده باشین از گزارش ما برای از این گزارش ها خیلی وقت میگذاریم چون ما بخش به بخش میریم میگردیم تا مستحق‌ترین ها پیدا بکنیم و نزدیک هم میشیم به افطار همین لحظه دیگه دهن ما خوش شده و گپ زدن نمیتونم لبم خوش شده چون از اون صبح برنامه داریم ما روند توزیع کمک‌ها بر صورتش موفق و پیروز باشیم وقت شما خوش خدا نگهدار